فکر میکنم این مطلبی که من به نقل از دو گزارش خواندم ازش مطلع هستید و شنیدید. بله بله در جریان هستم. نظرتون چیه؟ ببینید این چهارمین رئیس جمهوره مثل که بله، ولی این رو باید توجه داشته باشید که هرچه خاتمی در طول سالهای گذشته تلاش کرده خودش رو نزدیک بکنه به خامنه‌ای، به خصوص بعد از سال 88 در انتخابات که در سال 90 بود، میدونید خاتمی برخلاف دیگر کسانی که اصلاح طلب شمرده میشن اومد در انتخابات شرکت کرد، در سال 92 همچنین، در سال 94 و انتخابات اخیر همچنین تلاش کرد زمانی که خامنه ای بیمار بود به دیدار او بره، اما این اجازه رو پیدا نکرد و در زمانهای مختلف این خاتمی کوشیده که ارادت خودش رو به نظام جمهوری اسلامی و به ولی فقیه نظام نشون بده، اما با دست رد خامنه ای روبرو شد. در روزهای اخیر باید توجه داشته باشیم که اتفاقا خاتمی به صحنه اومد، بهش اجازه داده شد که در دیدار با دانشجویان شرکت بکنه و در اونجا دفاع عجیب و غریبی از سپاه پاسداران بکنه و اونها رو کسانی در واقع معرفی بکنه که حافظ امنیت کشور هستند، مورد مهر و محبت مردم ایران هستند و سخنان رو بر زبان بیاره که تقریبا کسی انتظارش نداشت، به خصوص در خود حاکمیت و در کسانی که دل بسته بودن به خاتم. می‌دونیم ولی حتی بعد از این هم خاتمی رو اجازه نمیدن که به مراسمی که قرار بود بره به اونجا بره و اون رو با یه شبه هست مواجه کردن. خب نشون میده که هرچی اینها بیشتر کرنش نشون میدن، خامنه ای و جناح اقتدارگرا بیشتر تو سر اینها میزنن. الان تقریبا شما اگر توجه داشته باشید در طول 20 سال گذشته که بعد از دوم خرداد یعنی تا امروز که مردم زیادی دل بسته بودن به خاتمی و به اصطلاح به اصلاح طلبان و به دوم خردادی ها و به نتایج دوم خرداد، میبینید هیچ موقعیت چشمگیری نداشت. جدا از این که قدم به قدم عقب نشستن، قدم به قدم سنگرهای خودشون رو ترک کردن و هرچه بیشتر به خدمت نظام در اومدن. شما ملاحظه بکنید یک روزی خاتمی و خاتمی ها و اطرافیان او این افتخار رو میکردن که لاریجانی رو اجازه ندادن در هیئت دولت شرکت کنه به عنوان رئیس صدا و سیما. امروز همه چشم امید اونها به لاریجانی است که در مجلس گوشه چشمی به اینها نشون میده یا در مقاطع مختلف مثلا به نوعی معامله رو بگیره یا حمایتی از اونها به عمل بیاره. این همون لاریجانی است که ما گفتن صدا و سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای و اون رو محروم میکردن از شرکت در کنید. حالا چشم امید اون هاست. اگر اون باشه یه روزی مردم با تبلیغاتی که صورت گرفته بود با هیجان بیرون میریختن برای اینکه مثلا رای بدین به خاتمی که مبادا ناطق نوری به قدرت برسه و همه چیز در واقع به قهقرا بره. امروز چشم امید اینها به ناطق نوری است که این که ناطق نوری گوشه چشمی نشون بده یا راهی رو برای این آباز کنه یا در جایی از حمایت به عمل کنه. اگر یادمون باشه بعد از انتخابات، اولا بعد از انتخابات 96 یعنی انتخابات 96 چند برای اصلاح طلب یا برای خاتمی یا برای اطرافیانش یا حتی برای جنبش یا حتی برای مردم باید بهتر شده باید کشنفتی که حاصل نشد. حالا رغم همه پایکوبی‌هایی که داشتیم، حالا رغم همه شادمانی‌هایی که بوده، ولی ما بگیم که نماینده دیگر در شورای شهر آقای سپنجای نیکزا که اتفاقا در دوره قبل هم در شورای شهر بوده و هیچ اتفاقی نیفتاده بود، این بار اجازه پیدا نمی‌کنه. علی رغم اینکه نفر پنجم شورای شهر یزد هستش و مردم یزد بهش رأی دادن، می‌دونید که ایشون 22,000 تا رأی بود در حالی که تعداد زرتشتی های یزد تنها 5,000 نفر ولی 5,000 نفر همه واجد شهر به رای دادن نیستن ولی رای ایشون 22,000 است. با این حال میبینید که
یعنی غیر یزدی ها، غیر زرتشتی ها بهشون رای دادن، یعنی مسلمان ها بهشون رای دادن، ولی میبینید اجازه پیدا کنه در مجلس بیاد. شما میبینید که حتی نماینده مجلسی که انتخاب میشه بعد از اینکه تایید شده، بعد از اینکه انتخاباتش تایید شده نماینده اصفهان، ولی ایشون رو دوباره حذفش میکنن. صدا رو کسی به جایی نمیرسه، اعتراضات مجلس به جایی نمیرسه. و بعد شما ملاحظه میکنید در حالی که روحانی وعده رفع حذف میداده، شرایط بعد از انتخابات بدتر میشه و روحانی همیستون رفت اونجا که هیچ خاطر مرد میشه که حذف. شما ملاحظه میکنید در طول سالهای گذشته، یعنی بعد از خرداد هفته‌ش، عملا زنان اجازه پیدا نکردن در استادیوم شرکت کنند. قبلا چنین محدودیت هایی داخل در این حد نبوده و حتی چنین هجومی از سوی زنان یا چنین درخواست و چنین در واقع تمایلی هم نبوده، ولی میبینید که خب این راه ها بسته است. یعنی اقتدارگرایان همه راه ها رو میبندن. چرا؟ چون مواجه هستن با تعداد آدمی مثل خاتمی یا اطرافیان او یا جناح به اصطلاح اصلاح طلب که تنها و تنها به دنبال استمرار حضورشون در قدرت و نه دفاع از مردم یا منافع ملی یا در واقع حقوق شهروندی. خیلی ممنون آقای مصداقی عزیز. موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و خبرهای مربوط به خاتمی در زمستان 93 خاطرتون هست مطرح شد. اون زمان گزارش ها چنین بود که عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه ای با مدیران رسانه ها نسبت به درج تصویر و ذکر نام رئیس جمهوری اسبق هشدار داد و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرد. توجه فرمودین؟ بله. شما فکر میکنین که خود آقای خامنه‌ای دستور مستقیم داده یا اینها کسانی هستن که برای خوش آمد اون این کار را میکنن؟ خیلی. ببینید همه اون چی که در ایران صورت میگیره به خصوص در هرم قدرت بدون اطلاع خامنه‌ای و بدون تأیید خامنه‌ای و بدون اشاره خامنه‌ای امکان نداره صورت بگیره. ببینید جعفری دولت آبادی در حدی نیست که بخوان اصطلاح رئیس جمهور سابق رو به حذف بکنه یا ممنوع تصویر بکنه. همینطور اژه‌ای، همینطور رئیس قوه قضاییه. یادمون باشه که خاتمی بخواست به دیدار خامنه‌ای بره برای در واقع عیادت او و این اجازه رو پیدا نکرد. اینو دیگه خامنه ای اجازه نداد که به دیدار او بره. در صورت که میبینید بسیاری از شعرهای سیاسی، بسیاری از شعرهای به اصطلاح ورزشی یا حتی هنری و اینها به دیدار خامنه ای میرفتن. شما ملاحظه میکنید در مراسم هایی که در بیت خامنه ای برگزار میشه خاتمی اجازه نداره که شرکت بکنه. اینجا دیگه ربطی نداره به آقای جعفری دولت آبادی یا دیگر مسئولین قوه قضاییه. بیت رهبری از تک تک افراد خودش دعوت به عمل میاد و حتی جای اونها رو در خود بیت یا در مراسم از قبل تعیین میکنن. پس این چیزی نیستش که بدون اطلاع خامنه ای باشه. حتی خود حصر هم میدونید خامنه ای ابتدا به ساکن یک مانع اصلی خودش گذاشت و اون اینه که این افراد میبایستی توبه بکنن تا بتونن در کشتی نظام دوباره سوار بشن. این چیزیست که خب به طب آقای کروبی و موسوی و رهنورد حاضر نیستن بهش تن بدن و از طرف دیگه فشار اجتماعی هم اجازه نمیده که خاتمی چنین کاری بکنه. اما سعی میکنن به زعم خودشون به نوعی موضوع رو برد برد بکنن. این چیزیه که به نظر من خامنه ای تا این لحظه بهش تن نداده و نمیخواد موضوع گفته هم ما بحث برجام رو برجام دو و سه و اینها نداره. برجام اصولا مطرح میشد که بر پایه برد برد بنا شده و حالا خان
ننه‌ای اگر بخواد در داخل کشور برجامی رو پیش ببره، حالا چه در اعتبار رفع هست چه در ارتباط با مسائل دیگه، میبایستی بر منطق برد برد حرکت کنی، یعنی امتیازاتی رو بده. خامنه‌ای مطلقاً آمادگی دادن امتیاز در داخل کشور رو نداره، در خارج از کشور تا دلتون بخواد آماده است که امتیاز بده و میده و هر جا که لازم باشه نرمش قهرمانانه میکنه، کما اینکه میبینید حتی هنوز صدای ترامپ در نیومده، خامنه‌ای میگه این اگه برجامو پاره نکنن ما توش هستیم، در صورتی که میبینید در هفته‌های گذشته، ماه‌های گذشته، سال یک دو سال گذشته چه کردن اینا علیه برجام. ولی حالا موضوع فرق کرده، برابری در داخل کشور این آمادگی رو نداره، مطلقاً نداره. چرا؟ چون با عده‌ای در درون حاکمیت با عده‌ای زبون سر و کار داره و او عملاً از قدرت فائقه برخورداره و این افراد هم یعنی جناح مقابل او نمیخوان از اهرم‌هایی که در دست دارن استفاده کنن. اهرمی که اونا در دست دارن چیه؟ فشار اجتماعی، مردم، همون کسایی که اینا رو در واقع رأی بهشون میدن، میتونن برن تو نهادهای انتخابی، میتونن تو ریاست جمهوری برن، تو مجلس برن، تو شورای شهر برن. اما اونا نمیخوان از این اهرام مردم استفاده کنن. بقیه اهرام هم که همه دست خامنه‌ایه و عملا میتونه ازشون استفاده بکنه و میکنه. بنابراین چرا عقب نشینی میکنه؟ چرا کوتاه بیاد؟ چرا امتیاز بده؟ خب نمیده و نداده. به همین دلیل عرض میکنم که همه این موارد علارغم آمادگی هایی که این طرف نشون داده با رد خامنه‌ای مواجه میده و هست و همه مشکلات کشور در واقع در زیر مسئولیت شخص خود خامنه‌ای است. از سوی دیگر دوست عزیز، این دیوان محاسبات هم اعلام کرده که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین محکوم است به جبران 4600 میلیارد تومان پول نفت. چنین چیزی امکان داره؟ ببینید بله امکانش، میدونید در هر صورت همونجوری که خودشون میگن بیش از 700 یا 800 میلیارد هم میگن دلار سرمایه های ملی از بین رفته، یعنی اصلا معلوم نیست چه شده. چون میدونید با این پول میتونستین چند بار ایران رو بسازید. من یه موردی خدمتتون عرض کنم، تمام سرمایه‌ای که آلمان فدرال برای بالا آوردن یا همسحب کردن آلمان شرقی با آلمان غربی صرف کرد در طی 10 سال 600 میلیارد یورو، یعنی چیزی نزدیک به دلار هم بوده، اون قیمتی که اون زمان بود یورو و دلار نزدیک هم بوده. یعنی یا حالا یه خود بالا کنید تصورشو بکنید، آلمان غربی با صرف 600 میلیارد دلار در طی 10 سال، عذر میخوام 600 میلیارد یورو در طی 10 سال، آلمان شرقی رو اوورده بالا یا در واقع زیرساخت‌هاش رو ساخته، تغییر داده برای اینکه بتونه به استانداردهای آلمان غربی برسه. در حالی که در نظام جمهوری اسلامی در طی 8 سال، اون 10 سال، در طی 8 سال نزدیک به 700-800 میلیارد دلار پول نابود شده. ای کاش پول نابود میشد، صرف نابودی کشور شده. شما ملاحظه میکنید تالاب‌ها از بین رفته، تمام آب‌های زیرزمینی داره از بین میره، هوای مملکت داره از بین میره، محیط زیست رو نابود کردن. و از طرف دیگه دست داشتن یک چنین حجمی از دلار و سرمایه، ببینید تولید ناخالص داخلی اومده پایین و بعد تورم وحشتناک رفته بالا، در حالی که رکود اقتصادی بوده و رشد اقتصادی منفی بوده. اصلا همچین پدیده‌ای در تاریخ در واقع لاغر اقتصاد نو ما سراغ نداریم، اقتصاد مدرن سراغ نداریم. هیچ کشوری تورم آنچنانی داشته باشه در حالی که در حال رکوده، چنین درآمد نفتی داشته باشه در حالی که رشد اقتصادیش منفی باشه. خب این پولا چی شده؟ این پولا کجا رفته؟ ولی بس بر سر اینه که دولت احمدی نژاد یکی از بی‌کفایت ترین دولت‌های تاریخ ایران بوده، یکی از فاسدترین دولت‌های تاریخ ایران بوده، یکی از بی حساب و کتاب ترین دولت های تاریخ ایران بوده. اما همین دولت رو خامنه ای به عنوان پاک دست در این دولت تاریخ معاصر ایران به مردم تحمیل کرد، تایید کرد، حتی بعد از اینکه گندش در اومده بود، حتی بعد از اینکه همه اقتصاددانان ایرانی
از جناح‌های مختلف تاکید می‌کردن که کشور داره به سمت بحران میره، داره تو سیاه‌چاله میره. خامنه‌ای میگفت من اطلاع کامل دارم که چنین چیزی. حتی وقتی که حوزه علمیه قم و جامعه مدرسین هشدار دادن، خامنه‌ای به دیدار اونها رفت، گفت من از وضعیت اقتصادی اطلاع دارم، اینی که میگن نیست. شما ببینید در طول چند سال گذشته چقدر علیه وضعیت اقتصادی دولت روحانی همین خامنه ای صحبت کرده، حتی آمار و ارقام اونها رو زیر سوال برده. یک بار چنین کاری رو با دولت احمدی نژاد نکرد. تنها کسی که پشت احمدی نژاد هست در طول سالهای گذشته هم بوده شخص خامنه ای بوده. دست خامنه ای است که تا الان اجازه نداده احمدی نژاد پای میز محاکمه کشیده بشه یا از بالا به زیر کشیده بشه. دولت شما ملاحظه کنید در زمانی که دولت احمدی نژاد بود، مجلس شورای اسلامی آماده استیضاح بود، اما خامنه ای اجازه نداد. چرا نداد؟ خامنه ای از سال 88 میلیونر گروگان احمدی نژاد، به خصوص در زمانی که رفسنجانی زدید. رفسنجانی بود که به خامنه ای نامه نوشت، گفت اگه جلوی این داستان رو با بیل نگیرید، بعدا با پیل نمیتونید بگیرید. خامنه ای در جواب رفسنجانی در نماز جمعه اومد بعد از انتخابات، به تأکید کینه خودش رو از رفسنجانی اینجوری نشون داد، چه آدمی است به غایت کینه جو و به غایت عقده‌ای و به غایت در واقع دنبال عصبیت‌هاش هستش که یه جوری هم نشون بده. اومد گفتش که احمدی نژاد به من نزدیکتر دیدگاهاش تا رفسنجانی. خامنه‌ای هیچگاه چنین صحبتهایی نمی کرد و این نشون میداد چقدر خامنه‌ای در طول این سالها زیر فشار رفسنجانی به خصوص در دوران خمینی بوده و حالا میخواد بیرون بریزه. بنابراین از همون لحظه گروگان احمدی نژاد شد. میبینید که احمدی نژادی که بار اول ریاست جمهوری دست خامنه‌ای رو بوسید، وقتی این سخنان خامنه‌ای رو شنید، این بار دستبوست خامنه ای نشد. در مراسم تحلیف و در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، احمدی نژاد شانه خامنه ای رو بوسید. این معنا میداد، یعنی اینکه من همقد تو هم، همشأن تو هم، شانت رو میبوسم، من سرباز صفر سابق نیستم، من الان ژنرالم خودم. و خب میبینید درگیری هایی که با خامنه ای با بیت رهبری در طول این سالها احمدی نژاد داشت، خامنه ای نمیتونست اونو کنار بذاره. اگر کنار میگذاشت، حرف رفسنجانی که دیدید گفتم بهتون، بیکفایتی خودش رو نشون میداد، بی بصیرت بودن خودش رو نشون میداد. شما میبینید علارغم اینکه احمدی نژاد جلوش وامیسته، برخلاف نظرش، خامنه‌ای هیچگاه این چیزها رو از هیچ کی نپذیرفته، حتی کمترش رو نپذیرفته. احمدی نژاد رو در روی او ایستاد در دوران ریاست جمهوریش، 11 روز خانه نشینی کرد. حتی بعدش هم میبینید خامنه‌ای رسما اومد بهش گفت، اول در خفا بهش گفت شرکت نکن در انتخابات، احمدی نژاد وقعی نگذاشت. بعدش اومد بهش در صحبت علنی گفت، احمدی نژاد باز رفت در انتخابات شرکت. شما ملاحظه کنید خامنه ای او را انتخاب کرده برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خامنه ای او را دعوت میکنه به بیت رهبری. پس بنابراین از حمایت خامنه ای برخورداره. چرا؟ به خاطر اون چی که خامنه ای قبلا گفته. خامنه ای نمیخواد در درون رژیم در واقع مهر بخوره بی بصیرت بودنش، حاضر از منافع خودش و ملت و کشور بگذره، ولی کن یا از نگاه و دیدگاه خودش بگذره، اما احمدی نژاد سر جا خودش باشه. در صورت تا حالا خامنه ایست که احمدی نژاد رو نگه داشته. حالا این داستانی هم که گفتن حتما یک موردیست که میگذره. احمدی نژاد از کجا 4600 میلیارد دلار پول بیاره که بده به سرک؟ نه، بعدا میگه من رئیس جمهور بودم. هفته گذشته گفته میگه من رئیس جمهور بودم، به خاطر اینکه رئیس جمهور بودم هر کاری میتونستم بکنم. اینو به صراحت گفتیم، گفتم 32 میلیارد تومان آخرین روز ریاست جمهوری برداشت کردی، گفته رئیس جمهور بودم هر کاری میخواستم میتونستم بکنم. الانم قطعا احمدی نژاد چنین حرفی رو خواهد زد. البته این 4600 میلیارد تو احمدی نژاد تو جیبش نذاشته، احمدی نژاد خرج خودش نکرده، احمدی نژاد آدم بی کفایتی بود،
احمد نژاد ای کاش دوز بود همه اینا رو میذاشت جیبش، ای کاش همه اینا رو میخورد. مگه چقدر میخورد؟ مگه چقدر میدوزید؟ 800 میلیارد پول مملکت رو صرف نابودی کشور کردید با بی‌کفایتیش، با بی‌بصیرتیش و یک ابله به تمام معنا رو گذاشتن بر سر کشور و میبینید تمام منابع رو از بین بردن. این هفته صحبت تکان دهنده ای داره آقای عیسی کلانتری که بیش از دو دهه خودش شخصا وزیر کشاورزی بوده، در تمام دولت ها بوده، الان در تقریبا میتونم بگم یکی از باسابقه ترین مسئولین مقامات و سیاستمداران کشور آقای عیسی کلانتری است. دولت موسوی بوده، دولت رفسنجانی بوده، دولت خاتمی بوده و حتی در حد مشاورت در دولت احمدی نژاد بوده، مدت ها در خود مجامع مختلف کشورم بوده. ایشون اومده میگه 7000 سال ایران مشکل آبیش رو مدیریت کرده بود، در 40 سال گذشته ما نابود کردیم همه چیز رو. این حرفیه که آقای عیسی کلانتری داره میزنه، من نمیزنم. میگه خودخواهتر از ما دیگر کسی نیست. دوستان، مردم ایران که همون مردم هست که 7000 سال توی مملکت زندگی کردن، چه چیزی تفاوت کرده؟ مردم ایران خیر، اون چی که تفاوت کرده حاکمان بیکفایته که سرمایه 7000 سال ایران رو نابود کردن. این نظام در واقع از هر طاعونی برای کشور ما بدتر، از هر حمله مغول و حمله اعرابی برای کشور ما این نظام بدتر بود و هر روزی که در قدرت باشه فجایع بیشتری رو به بار میاره. و امروز میبینید آقای عیسی کلانتری مطرح میکنه، میگه هیچ تالاب زنده ای در کشور ما نداره و الان میبینید حیات کارون و حیات زاینده رود هم به خطر بود. همه اینها مسئول اولیش اگر یه روزی خمینی بود امروز خامنه ایست و عملا همه اون کسانی که در توی 40 سال گذشته مسئولیت داشتن ندید. آقای مصداقی عزیز، درباره اظهارات آقای رئیس جمهوری آمریکا چه می‌فرمایید؟ درباره سپاه و اینا. ببینید، اون به نظر من اون چیزی که آقای ترامپ مطرح کرده واقعیته. ترامپ دست رو مسائلی گذاشته که از هر اون منشمسه. دخالت سپاه پاسداران در آشوب‌های منطقه، دخالت سپاه پاسداران در صدور تروریسم، در صدور بحران و بنیادگرایی، چه در عراق، چه در سوریه، چه در در واقع لبنان و همچنین یمن، در این که جنگ‌های فرقه‌ای رو دامن زدن، تردیدی در این نیست. این رو ما در همه این کشورها میتونیم ببینیم. در این که سیاست موشکی رژیم و تولید موشک‌های بالستیک و آزمایشه اون به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری یا در طی سال‌های ماه‌های گذشته و اینکه عکس‌هایی رو نشون میدن از تونل‌ها موشکی، شهرهای موشکی در زیر زمین، از طرف دیگه نوشتن نمیدونم شعار نابودی اسرائیل روی این موشک‌ها، اینا درست برخلاف تعهدات نظام جمهوری اسلامی است. رژیم جمهوری اسلامی عضو سازمان ملل متحد، متعهد به تمام به منشور ملل متحد، به رعایت منشور ملل متحد، متعهد به مفاد در واقع حقوق بین الملل، ولی منتها میبینید موشک درست میکنه روش نابودی اسرائیل میبینید. یعنی یکی از اعضای در صدد توطئه علی برای نابودی یکی از اعضای سازمان ملل متحد. اینا با روح برجام هم جدا از مسئله تعهدات بین المللی رژیم، رژیم جمهوری اسلامی یه تعهداتی داره نسبت در برجام. چرا داره؟ ببینید، شش قطعنامه بین المللی، شش قطعنامه تحریمی علیه نظام جمهوری اسلامی در شورای امنیت بوده. بعد از امضای برجام شورای امنیت یک قطعنامه صادر کرده برای الغای این شش قطعنامه قبلی. تقریبا میتونم بگم صدور این قطعنامه یا این نوع قطعنامه ها بی سابقه است و در اونجا تاکید کرده که رژیم جمهوری اسلامی بایستی آزمایشات موشکیش رو کنار بگذاره. در واقع
قطعنامه ای که تحریم ها رو برداشته خواستار چنین موضوعی است. ولی رژیم جمهوری اسلامی میاد برعکس تحریک میکنه، تحریض میکنه، شعار میده و این اقدامات رو انجام میده و باز هم تاکید میکنه که ما این سیاست موشکی خودمون رو ادامه میدیم و اینا. اینا همش برخلاف تعهدات بین المللی است، تعهدات نظام جمهوری اسلامی است. بنابراین من فکر میکنم اینها همگی درسته، اما باید توجه داشته باشیم که ترامپ با تحرکاتی که داشته، با سیاست هایی که داشته، عملا در یک جاهایی به نظر من آب به آسیاب رژیم جمهوری اسلامی میریزه و حتی میپوشونه اون چه رو که درسته و نظام جمهوری اسلامی رو در واقع به نوعی مظلوم نشون میده. الان میگم خدمتتون چجوری اینا دارن تبلیغ میکنن و اتفاقا جناحای رژیم رو میاره پشت هم. اولین مسئله که باید روش تاکید کنم این در واقع پافشاری ترامپ برای راه ندادن مردم ایران، شهروندان ایرانی به خاک امریکاست، در حالی که میدونیم مقامات رژیم جمهوری اسلامی و خانواده هاشون و اطرافیانشون سالیان سال در امریکا زندگی میکنن، از امکانات برخوردارن و عملا هیچ مشکلی در تردد به امریکا ندارن و این مردم ایران هستن که آسیبش رو ببینن و دیدن. این اولین موضوع. مسئله بعدی در واقع به نظر من اون چه که ترامپ مطرح کرد در سخنرانی اخیرش به نظر من که مشخصا خیره‌سری است، مطرح کردن خلیج فارس به عنوان خلیج عربی، چیزی که با حتی اسناد وزارت خارجه امریکا، اسناد دولتی امریکا در مغایرت، مدارهایی که دولت امریکا به نظامیان خودش در خلیج فارس میده اونجا روش تاکید شده اینجا خلیج فارسه. شما میبینید حتی نه امروز، اسنادی که اسناد محرمانه‌ای که انتشار پیدا کرد حتی وزارت خارجه انگلیس در سال 57 در اردیبهشت ماه دستور عمل تاکید میکنه به تمامی نمایندگی‌هاش که مطلقاً در اسناد و مکاتبات فراموش نکنن که از خلیج فارس استفاده کنن، به خاطر اینکه هم به لحاظ تاریخی اینجا خلیج فارسه و هم به خاطر حساسیت ایرانی ها. و شما ملاحظه بکنید در یک صحبتی میاد خلیج عربی رو نام میبره، از خلیجی که در واقع به طور تاریخی همیشه خلیج فارس بوده و بعد انتظار داره حمایت مردم ایران رو هم کسب کنه. خب این مشخصا رژیم جمهوری اسلامی رو میبره پشت داستان ناسیونالیسم، چیزی که اساسا رژیم جمهوری اسلامی مثل جن و بسم الله است باهاش و میبره مثلا پای تمدن ایرانی، پای ایران و سوابق ایران، در حالی که این رژیم اساسا معتقده که تمدنی که در کشور ماست تمدن 1400 ساله است، یعنی قبلش اصلا تمدن نمیدونه، میگه جاهلیته، همه مجد و شکوه ایران رو میگه جاهلیته و بعد عقب ماندگی و ارتجاع و جاهلیت خودشون رو به عنوان تمدن غالب میکنه. خب اینجا که میرسه الان همشون شدن چی؟ ایران دوست و ایران نمیدونن ایران پرست، ایران طلب و بله اینا همه شدن همینا. خب این کمک میکنه به نظام جمهوری اسلامی. در واقع شما برید توی فضای مجازی ببینید مردم چه میکنن، اصلا همه یادشون رفته که این سپاه پاسدارانی که اینا رو سرکوبشون میکنه، این سپاه پاسدارانی که در واقع این همه مشکلات برای کشور به وجود آورده، همین تحریم‌ها رو برای کشور به وجود آورده و یعنی ما چه می‌خواد چی می‌خواستیم مثلا بمب اتمی می‌خوام چیکارش بکنیم، یا مثلا این موشکا رو می‌خوام اسرائیل رو مثلا برفرض بکنیم، اسرائیل رو مثلا نابودش کنیم و صفحه روزگار چه نفعی بر مردم ایران داره، یا فکر کنیم مثلا سوریه رو الان مثلا بشار اسد مثلا در قدرت نمی‌دونم فلانی نیستش چه نفعی برای ما داره، الا اینکه از طریق سوریه می‌خوام برن تو لبنان توطئه بکنن، خب چه فایده‌ای برام داره؟ اینا هیچ کدوم در جوار خاک میهن ما هم که نیستن، که هم مرز ما هم که نیستن که. بنابراین به نظر من مشکل بعدی اینه که ترامپ مطلقا چهره مطلوبی در دنیای سیاست نیست. برای اینکه ما نظام جمهوری اسلامی رو به عقب برونیم، برای اینکه اونها رو وادار به تمکین کنیم، نیاز به اجماع بین المللیه. همون کاری که اوباما موفق شد، رژیم جمهوری اسلامی چرا عقب نشینی کرد؟ به خاطر اینکه اوباما تونست
این اجماع بین المللی رو با توجه به نفوذی که داشت، با توجه به چهره مثبتی که داشت، تونست به وجود بیاره. شما ببینید ترامپ تقریبا در اروپا همه او رو مسخره میکنن، حتی در کشورهای اسکاندیناوی سیاستمدارایی که به غایت محافظه‌کارن و مطلقاً وارد این موضوعات نمیشن، او رو تمسخر میکنن، ادای او رو در میارن. و بعد خب شما انتظار دارید وقتی او از معاهدات بین المللی بیرون میره، از معاهدات محیط زیست بیرون میره، از معاهده پاریس بیرون میره، هر روزی علم شنگه درست میکنه، شما فکر میکنید اروپایی ها بعد اون وقت با طیب خاطر میان پای این سیاست؟ مطمئنم که نمیان، کما که تا حال امروز هم نیومدن. بله ممکنه فشارهای امریکا اونها رو وادار به تمکین میکنه، از اون طرف روسیه و چین هستن. خب شما ببینید یه طرف مشکل اینا همچنان باقی مونده با کره شمالی، از اون طرف این مشکل. پس سیاستی که ترامپ میخواد پیش ببره، این سیاست کارایی نداره، و به خصوص که در داخل کشور هم جناح‌ها رو متحد کرده با این تبلیغاتی که میکنه، همه رو آورده پشت این نظام، و از طرف دیگه مردم رو با این سیاست نداره. درسته که به راحتی میشد مردم رو تفکیک کرد. شما میبینید ترامپ در سخنرانی قبلیش از مردم ایران به عنوان ملت تروریست بربر مطرح کرده. ملت ایران تروریست؟ حالا رژیم جمهوری اسلامی بله جای خود داره در طول این سالها، و کی به این رژیم در طول 38 سال گذشته، 39 سال گذشته امتیاز داده و سیاست چشموشی رو دنبال کرده؟ همین دولت های امریکا. مگر در دهه 80 رونالد ریگان نکرد این کار رو؟ مگر چششون رو نبستن روی انفجار بیروت؟ مگر چششون رو نبستن روی گروگانگیری ها؟ مگر با کورت کیک نیومدن در ایران؟ این که در دولت ریگان بود و بعد در دولت نمیدونم حتی بوش پدر، بوش پسر، یا حتی در دولت کلینتون همیشه این سیاست ها بوده متاسفانه. ولی که من باز هم فکر میکنم ترامپ آدم درستی یا فرد درستی برای پیشبرد این سیاست نیست. شعارها بخش زیادی از گفته های ترامپ واقعیت داره و من باش موافقم، ولی نه با خود ترامپ و نه با مجری این سیاست. جناب مستقی، آخرین موضوعی که میخواستم دربارش از شما نظرخواهی بکنم، سخنان رئیس CIS که گفته با فشار بر سپاه پاسداران مانع اقدامهای مخرب جمهوری اسلامی میشیم، ایران میشیم. او گفت که ایران کانون تهدیدهای خاورمیانه است. او گفت که واشنگتن با فشار بر سپاه پاسداران و بر نیروی قدس میخواهد مانع اقدامات مخرب جمهوری اسلامی شود. وی در نشستی که بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن برگزار کرد، با اشاره به مخالفت ترامپ با توافق هسته‌ای گفت که رئیس جمهوری امریکا میخواهد اطمینان پیدا کند که ایران به هیچ طریقی نخواهد توانست که توان تولید سلاح اتمی را پیدا کند. آقای مستقی بفرمین. ببینید این موضوع دو بخش داره. یکی موضوع برجامه. ببینید برجام در واقع یک معاهده بین‌المللیه در بالاترین سطح ممکنه. بعد از جنگ جهانی دوم یک چنین معاهده امضا شده و در واقع قدرت‌های اصلی دنیا پای این معاهده اومدن. حالا یه نفر مثل ترامپ عملاً نمیتونه بیاد و این میز رو به هم بزنه، چنانچه به هم بزنه عملاً در انزوا قرار بگیره. این یه بحثه. اما من فکر میکنم ترامپ داره دو تا موضوع رو با هم دیگه در واقع قاطی میکنه و این سیاست نادرستی است. ولی بحث فشار روی سپاه پاسداران و سپاه قدس به نظر من درسته، از ابتدا باید این کار صورت میگرفته که نگرفته. امریکایی‌ها از بعد از سقوط صدام حسین در عراق حضور داشتن، در دوران جورج بوش دارم خدمتتون عرض میکنم، اونجا میدیدن بیش از 70% بمب‌های کنار جاده‌ای تولیدات سپاه پاسداران و سپاه قدس. خود مقامات امریکایی روش تاکید میکردن اما چشم‌پوشی میکردن. نزدیک به 4000 امریکایی
در اونجا کشته شدن، نه در جریان سقوط دولت صدام حسین، بلکه در زمان حبس و حراست در واقع عراق بعد از دولت صدام حسین. خب شما می‌بینید 4000 تا 70% بمباش وقتی کار اینا بشه، یعنی 70% کسایی که در اونجا کشته شدن، آمریکایی‌هایی که کشته شدن، در واقع قربانیان سپاه قدسن، قربانیان سپاه پاسدارانن. این چیزی است که هیچگاه مقامات آمریکایی به مردم آمریکا نگفتن، راجع به این بحثی نمی‌کنن، چشم پوشی کردن از این مسئله. حالا اینکه چجوری می‌خوان سپاه قدس رو در واقع به محاق ببرن، چجوری میخوان باش مبارزه کنن یا با سپاه پاسداران، هنوز مشخص نیست، سیاست اونها اساسا مشخص نیست. ولی یادمون نره که آقای ترامپ در آذربایجان شریک سپاه پاسداران بوده در پروژه در واقع مرکز تجاری سازی در آذربایجان در باکو، و این مسئله ایست که عرض کردم همیشه نسبت بهش چشم پوشی شده، کمایی که قبلا هم امریکایی‌ها در جاهای مختلف چشم‌پوشی کردن بر روی جنایات رژیم، در زهران یادمون هست، در انفجار زهران، و همچنین در زمانی که رژیم جمهوری اسلامی ویلیام باکلی رئیس سیا رو، ایستگاه سیا در بیروت رو ربودن، از طریق سوریه آوردن ایران، در ایران بازجویی کردن و در ایران کشتن، حتی مشخصه چه کسانی این کار رو کردن، ولی خب میبینیم باشون مماشات میشه. دولت امریکا حتی میدونه رابرت لوینسون رو چه کسی رو بوده، بنده در این رابطه مطلب نوشتم و امریکایی‌ها میدونن اونچه که من نوشتم دقیقه و درسته و اطلاعاتی هم که در اونجا مطرح کردم کاملا دقیقه و درسته. ولی خب میبینید سالیان سال مطرح میکردن که ایشون احتمالا در جنوب آسیاست. خب میدونستن در کیش توسط چه کسی آقای مسعود صدرالاسلام روبوده شده، ولی خب متاسفانه چشم پوشی شده. حالا اینکه چجوری میخوان هنوز سیاست مشخص نیست، ولی من امیدوارم که به سمت فشار روی سپاه پاسداران، روی سپاه قدس برن و در واقع رژیم جمهوری اسلامی در مقابل فشار میتونه کوتاه بیاد و میتونه در واقع عقب نشینی بکنه. خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آقای مصداقی، ممنون از شما و خسته نباشید. مطالب بسیار جالبی هم یادآور شدید و هم مطالبی از نو مطرح فرمودید. خیلی ممنون از شما و ممنون از همیهنانی که به این برنامه توجه کردند. شب و روز شما خوش و با سپاس از بهروزتون.